اکسیژن موازنه نشدن، بیام موازنه رو برای اونام بنویسم که در واقع بتونم سوال حل بکنم. خب من رال عادیشو نوشتم، یعنی رال عادی که نه، رال منطقیشو نوشتم اینجا براتون. من میام به این آ میدم، به این بی میدم، به این سی میدم. سه تا ماده ضریب نداشت، به اون سه تا ضریب دادم. بعد اومدم برای یود نوشتم. خب دو آ تا یود اینجا وجود داره، بی تا یود هم اینجا وجود داره، پس دو آ مساوی با بی. بعد میام برای هیدروژن مینویسیم، یه دونه هیدروژن اینجاست، بی تا اینجاست، دو سی تا اینجاست، درسته؟ بعد برای اکسیژن مینویسیم، سه تا اینجاست، سه بی تا اینجاست، دو تا اینجاست، سی تا اینجاست، درسته؟ و این سه مدل سه مجهول حل بکنید این ضریب به دست میان، که حل کردن سه مدل سه مجهول که دیگه فکر کنم ساده باشه براتون. و خب برای اینکه ضریب کسری از بین بره، چون این مخرج یک دهم داریم، برای همه رو یه ضرب در ده بکنیم که میرسیم خیلی راحت به جواب. و اینجا من ازتون یه سوال پرسیدم، گفتم آقا میشه کاری کرد که سریعتر بشه این قسمت ها؟ ببین بچه‌ها، توی ضریب مجهول دادن همیشه سعی کنید دنبال یه عنصر بگردید که در سمت چپ و راست فقط تو یه ترکیب باشه. خب با این کار یه دونه ضریب مجهول کمتر میدید. چی شد؟ در سمت چپ و راست دنبال یه عنصری بگردید که فقط در سمت چپ هم فقط تو یه ترکیب باشه، سمت راست هم فقط تو یه ترکیب باشه. این باعث میشه که شما یه ضریب کمتر بدید. حله؟ الان نگاه کن، من این واکنش رو نگاه میکنم، بیا بالا. خب نگاه میکنم میرم که آقا یود فقط اینجاست و اینجا. اوکی، پس من میام یود و دستی موازنه میکنم، میگم که آقا من اگه به این آلفا بدم، خب سمت چپ میشه دو آلفا تا یود، پس به این باید دو آلفا بدم، درسته؟ همون دو آ مساوی با بی که پایین به دست اومد. خب در واقع شما یه دونه ضریب دارید کمتر میدید. اوکی، پس هر وقت بستر موازنه اینطوری شد، بیایید نگاه کنید ببینید کدوم عنصر در دو طرف توی یه در دو طرف فقط توی یک ماده وجود داره، با اون بیاید و به همین شکلی که مثلا من برای یود انجام دادم یه ضریب کمتر بزنید. خیلی اوقات میشه توی این موازنه ها عدد گذاشت، یعنی شانسی یه چیزی رو امتحان کرد. حالا میبینیم توی تستا. خب من خودم هم این موازنه رو قبلا حل نکردم، فقط میدونستم که این موازنه ها مثلا ضریبی میشه و این حرفا، یعنی نگاه کردم دیدم ضریبی میشه و این حرفا، فقط طبقه بندیش کردم، تا حالا این موازنه رو انجام ندادم. میخوام با شما انجام بدم، تو این ویدیو انجام بدم که ببینید منظور من از این که مثلا یه هو شانسی یه عدد بندازیم چیه. خب خیلی از ویدیوهایی که من میگیرم همه همینن بچه‌ها، من سوالا رو قبلا حل نکردم، فقط سوالو دیدم سوال قشنگه، نکته داره، نکتهشو میدونستم و گذاشتمش تو جزوه. خب و همشون بار اوله که دارم حل میکنم، تحلیل آزمونایی هم که میذاریم همشون هم بار اول حل میکنم. دو تا تحلیل داره، یکی اینه که وقت ندارم واقعا چند بار بشینم نگاهشون بکنم، یکیش هم اینه که میخوام همراه با شما مثل شما باشه، شما هم سر جلسه رفتی که سوال رو دوباره ندیدی که بار اول دیدی. این به حس اول بودن خیلی مهمه. اوکی بریم سراغ سوالات. موازنه سری اول، موازنه بدون اینکه ضریب مجهول نیاز باشه. اوکی خب واکنش اول از کی شروع بکنم؟ قطعا از کاسیلوسه، همتون گفتین از کاسیلوسه، چون کاسیلوسه سه تا عنصر داره، اصلا قیافش هم نگاه میکنم معلومه که پیچیده تر، درسته؟ ببین میگم یک، آقا کا الان سمت چپ، ببین وقتی به کاسیلوسه ضریب دادی عناصر کاسیلوسه رو نگاه کن، خب کاش موازنه شد، سیلش موازنه نشد چون تو هاش سیل هم سیل دارن، ولی اوش موازنه شد، درسته؟ چون او فقط تو کاسیلوسه است. حالا کا که موازنه شد، خب میام به کاسیل ضریب یک میدم چون سمت راستم کا فقط تو کاسیله، او موازنه شد سمت چپ، سمت راستم فقط تو آش روه، خب اوکی پس به اینم ضریب 3 میدم که 3 تا اوی که سمت چپ بود سمت راست هم اینجاست. حالا که به کاسیل که ضریب دادم، برم ببینم آیا چیزی موازنه شد، سیل نشد، چرا؟ چون تو ان ا سیل هم هست، ولی کا خب موازنه شد، من خودم اصلا کار رو داشتم موازنه میکردم هیچ. بریم تو هاش تو، وقتی به هاش تو ضریب 3 دادم هاش موازنه شد چون هاش فقط سمت راست تو هاش توه، پس برم با هاش ادامه بدم، 3 دو تا 6 تا هاش داره، پس باید به این ضریب 6 بدم. حالا که به هاش سیل ضریب 6 دادم، هاش رو که الان خودم داشتم موازنه میکردم، سیلش رو چک میکنم، بله سیل موازنه شده چون سمت چپ فقط تو هاش سیل من سیل دارم، پس باید برم سمت راستم 6 تا سیل بگیرم، خب یکیش که تو کاسیله، پس 5 تا دیگه تو ناسیل باید باشه. حالا که به ناسیل ضریب دادم، میرم ان او هم موازنه شد، 5 تا ان او دارم سمت چپ سمت راست، پس 5 تا ان او هم باید سمت چپ داشته باشم. حالا که به ان او آی سدیم یودید ضریب دادم، میارم که یود هم موازنه شد، چند تا یود دارم سمت چپ،
5 تا. پس سمت راستم باید 5 تا یاد بگیرم. پس به این آی 2 ضریب 5 دوم میدم. حالا کافی بیا همش یه ضرب در 2 بکنی که در واقع این ضریب کسریه از بین بره. درسته؟ خیلی ساده دیگه، ضرب در 2 شو خودتون انجام بدید. بریم بعد. همه تون الان قطعا میگید که از کی شروع کن؟ سدیم.